کشته شدن 1500 طالب در نبردهای اخیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی اسپوتنیک افغانستان، کشته شدن 1500 طالب در نبردهای اخیر. مسئولان نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که نزدیک به 1500 تن از جنگجویان طالب در جریان جنگهای اخیر با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کشته شده اند. با گزارش اسپوتنیک و نقل از طلوع نیوز، جنرال محمد یاسین زیالوی درستیس افغانستان میگوید که طالبان در بخش های مختلف با شکست روبرو شده اند. در همین حال رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که شکست های اخیر طالبان در جنگ باعث ایجاد مشکلات در صفوف طالبان شده است. اما طالبان ادعای وارد شدن تلفات سنگین به این گروه را نپذیرفتند. همزمان با درگیری های سنگین در بیش از نیمه از ولایت های کشور، مسئولان نهادهای دولتی از عقب زدن بسیاری از حمله های طالبان سخن می زنند. آقای زیاد در پاسخ به سوال درباره عقب نشینی های نیروهای دولتی از برخی از بخش های کشور گفت: ما با تغییر شیوه چهار جای که مشکل هم آمده، انشاءالله که به زودترین فرصت با همکاری سایر نهادها بالای از این کار جریان داره. با این حال رئیس امنیت ملی از وجود اختلاف ها در گروه طالبان یاد می کند. ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی گفت تلفات در بین خود رهبریشان هم یک قسمت مشکلات را ایجاد کرده. سر ملا یعقوب فشارهای زیادی شده به خاطر از که نتانست درست از این نفرا استفاده کنه و زم خودشان ای بحث هایی هست و این مسئله سبب شده که اینها در بین اطفال هم جلب و جذب را شروع کردن. در این نشست از آقای محب درباره برخی از گزارش ها مبنی بر این که گویا پاکستان روابط رسمی با او قطع کرده است پرسیده شد. بیشتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در این باره گفته که روابط با پاکستان قطع یا ناقاطی اقت تاثیر زیاد نداره، ما کدام روابط تا به حال هم خوب نبوده. در عین حال وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن 11 طالب در نتیجه حمله هوایی نیروهای امنیتی خبر داد و گزارش اسپوتنیک قول اردوی 209 شاهین در خبرنامه اعلام کرده است که نیروهای دفاعی و امنیتی تجمع طالبان را در روستای باغ پهلوان ولسوالی شولگره ولایت بلخ مورد حمله هوایی قرار دادند. با گفته این پایگاه ارتش افغانستان در نتیجه این حمله 7 طالب کشته شدند و 4 تن دیگر شدیداً زخمی شده اند. در ادامه این خبر آمده است که سلاح‌های دست داشته و یک پایگاه طالبان نیز تخریب گردیدند. وزارت دفاع نیز در خبرنامه اعلام کرده است که روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی در مربوطات ولسوالی خاکریز ولایت قندهار حملاتی را اندوزی کردند. بر اساس گزارش این نشریه در نتیجه این عملیات 10 طالب کشته و 7 تن دیگر آنان زخمی شده اند. در عین حال پرتاب هاوان در کاپیسا 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت.
در نتیجه اصابت هاون شلیک شده از سوی گروه طالبان در یک مراسم عروسی در ولسوالی تگاب این ولایت 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. با گزارش اسپوتنیک و نقل از رسانه های پلیس ولایت کاپیسا می گویند که در نتیجه شلیک هاون از سوی گروه طالبان در یک مراسم عروسی در ولسوالی تگاب این ولایت 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. زنان و کودکان شامل قربانیان این رویداد هستند. شایق شورش سخنگوی پلیس کاپیسا بر رسانه ها گفت که این رویداد پس از چاشت روز شنبه 8 جوزا در روستای انارجوی تگاب رخ داده است و گفته او هاون پرتاب شده از سوی گروه طالبان بر نیروهای خیزش مردمی به یک منزل اصابت کرده است که در آن محفل عروسی جریان داشت. شورش میگوید که در این رویداد 6 غیر نظامی کشته و 10 غیر نظامی دیگر زخمی شده اند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. تگاب از ولسوالی های ناامن کاپیسا است و گروه طالبان در آن فعالیت گسترده دارند. در عین حال به نقل از صفحه رسمی اسپوتنیک افغانستان، حمله بر موتر حاملان استادان دانشگاه البیرونی. طالبان میگویند کار ما نیست. گروه طالبان گفتند که حمله بر موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی کاپیسا کار آنها نبوده است. و گزارش اسپوتنیک عصر امروز شنبه 29 مای می در پی انفجار ماین کار گزاری شده بر موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی در مربوطات ولسوالی بکرام ولایت پروان 3 تن جان باخت و 15 تن دیگر به شمول عبدالقهار سروری رئیس این دانشگاه زخم برداشته اند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که انفجار در ولسوالی بکرام بالای موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی ربطی به این گروه ندارد. مجاهد افزوده است ما حمله بالای غیر نظامیان را محکوم و جرم می‌خوانیم. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر الله یار و نگهدارتان.